امروز میخوام چند تا حقیقت تلخ درباره آیلتس رو بهتون بگم. اینکه مثلا آیلتس راحت تره یا توفل، اینکه آیلتس تو بعضی از کشورها بهتر نمره میدن، یا اینکه میشه مدرک آیلتس رو خرید یا اگزامینر اون ممتحن رو خریدش و حالا نمره دلخواهمون رو بگیریم. این سوالا و سوالات دیگر امروز در این ویدیو. همراه من باشید. Hello everybody, welcome to my YouTube channel. Here Said teaches English. سلام، من سعید عیسی‌زاده هستم و اینجا سعید زبان درس میده. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام چند تا از سوالهایی که خیلی زبان آموزا از من میپرسن رو بهتون پاسخ بدم درباره آزمون IELTS. بعضیشون حقایق تلخیه، ولی خب حقیقت دیگه، حقیقت تلخه. بریم سوال اول رو با هم دیگه داشته باشیم. آیا PTE بهتره یا TOEFL بهتره، آسون‌تره یا IELTS؟ ببین، این سوال رو من اینطوری بهت جواب بدم. TOEFL رو بعضیا میگن چون تستای 4 گزینه‌ای داره و اینها راحت‌تره، ولی قطعاً اینطور نیستش. TOEFL هم سختی خودش رو داره و باید زبانت به حدی باشه که بتونی اون امتحان رو بدی و پاسش کنی و نمره خوبی بگیری در واقع. ولی از اون ور IELTS بیشترین درصد پذیرفته شدن رو تو کشورهای مختلف داره و بیشترین کشورها آیلتس رو قبول دارن به عنوان آزمون معیار. آزمونیه که خیلی ها میگن به درستی سطح زبان شما رو میسنجه. بنابراین نمیتونیم بگیم کدوم بهتره، کدوم بدتره، کدوم آسونتره. باید ببینی که نیازت چیه، باید ببینی که اون کشوری که میخوای بری کدوم مدرک رو قبول میکنه. مثلا آزمون PTE معمولا تو استرالیا پذیرفته میشه و میگن که آسون تر از IELTS هم هست، ولی قاعدتا ممکنه لزوما اینطور نباشه. باید ببینی اون کشوری که میخوای بری چه مدرکی رو میخواد، اون کمپانی که میخوای کار کنی واسش، اون دانشگاهی که میخوای اپلای کنی واسش چه مدرکی رو میخواد. یکی از بدیهای IELTS اینه که IELTS انقضا داره. یعنی چی؟ یعنی بعد 2 سال دیگه مدرک تاریخش تموم میشه. Somewhere deep down in my heart. اون رو قبول ندارن. حالا به خاطر کووید، به خاطر کرونا کردنش 3 سال، ولی بازم تموم میشه دیگه. خیلی از من میپرسن که آقا خودت IELTS داری؟ میگم نه، لزوما چه نیازی بوده که اصلا داشته باشم؟ اگه میگرفتم الان تاریخش تموم بودش. بنابراین وقتی که نیاز داری به مهاجرت، وقتی که میخوای به یه سفارت خاصی در واقع اعلام کنی اون رو، میتونی بری IELTS بدی و در واقع تو اون مدت مشخصش اقدام کنی. اگر برای شغل میخوای اقدام کنی، برای اینکه کاری بگیری و نمیخوای که لیمیت داشته باشه، محدودیت داشته باشه، میتونی آزمونای کمبریج رو بدی، CPE, CAE, FCE، حالا با توجه به لولت میتونی اونا رو بدی، اونا محدودیت نداره و اینها. من یه عذرخواهی هم کنم، صدام اینجوریه، خروسیه، سرما خوردم. سوال بعدی اینه، آیا امتحان IELTS در کشورهای مختلف آسونتره و یا سختره؟ میخوام جواب این سوال رو بدم. خیر، آزمون IELTS همه جا یکیه. اگزامینر ها رو پوستشونو میکنن تا بشن اگزامینر، یعنی انقدر براشون دوره میذارن که نمره هاشون کامل، نمره هایی که میدن کامل شبیه همدیگه باشه. بر اساس یک معیار خاص نمره دهی میکنن. پس اینطور نیست که یک اگزامینر بیاد یه درصد نمره خیلی بالایی واسه شما در نظر بگیره و یک اگزامینر بیاد نمره پایینی در نظر بگیره. مثلا اگر شما تو چین امتحان بدی و فردای همون روز تو برزیل امتحان بدی، نهایت دیگه نیم نمره بالا پایینه، نهایتش. خیالتون راحت باشه بابت این قضیه. بعد موضوع دیگه، چند سالی هست که رایتینگ ها رو میفرستن مرکز تصحیح میشه. یعنی یه گروه آدم اونجا نشستن، رایتینگ ها از همه جهان میاد اونجا تصحیح میشه دیگه. خیالتون هم راحت باشه، قبلا تو ایران تصحیح میشد رایتینگ ها، الان ولی دیگه میفرستن انگلستان یا استرالیا. سوال بعدی، IDP برم امتحان بدم یا بریتیش کانسل؟ این دوتایی که گفتم دوتا کمپانی هستن که IELTS امتحان میگیرن، یعنی مسئولش این دوتا هستن. واسه ما ایرانی ها زیاد سوال نیستش، چون کلن IDP فقط تو ایران هستش. بریتیش کانسل جمع کرد رفت. تنها مرکزایی که هستن تو ایران، مرکزی که زیر نظر IDP استرالیا هستن، معمولا هستن تو ایران، هستن.
نگاه کن IDP مراکز مختلفی داره تو تهران. حالا تو تهران رو من میدونم، میدونم تو ایران هم تو چندین شهر هستن. مثلا مرکز تهران آیانس عصر دین و دانش، پروژات ایرسافام، اینا مرکزی هستند که زیر نظر IDP هستند. ندارن کار میکنن، شما میتونید برید امتحان آیانس بدید. حدوداً هم فکر کنم هفتومن اینا هستن. خدا بس دیگه، ما خسته شدیم دیگه. سوال بعد، آیا میشود اگزامینر را خرید؟ در 90% مواقع که شما تبلیغاتش را همه جا میبینید کلاهبرداریه، در 90% مواقع. و بریتیش کانسل IDP خودشون سفت و سخت وایسادن پای کار که این کار را جمع کنن. ببین یه نکتهی بگم، مدرک آیلتسی که شما میگیری شاید از شناسنامت معتبرتر باشه، انقدر پاش هستن. به این دلیلم هست خیلی از کشورها قبول میکنن که طرف بیاد کار کنه تو کشورشون، یعنی انقدر قبول دارن این مدرک رو، انقدر خیالشون بابت اون راحته که میگن که آقا بیا تو کشورمون. پس خیلی سفت و سخت میگن. نمیگم قطعا هیچ اتفاقی اینجوری نمیفته، خب، ولی خیلی درصدش کمه اگه اینجوری هم باشه. یارو رو دودمانش رو به باد میدن اگه این کارو کنه. و اینکه شما رو هم بلافاصله از کشور اخراج میکنن. اگه فرضاً ویزا گرفته باشید برید اون کشور و زندگی هم دارید میکنید، خب، بعدها گندش در میاد که شما از یه اگزامینر پول دادید بهش و مدرک گرفتید یا نمره گرفتید، اون اگزامینر رو بگیرن، شما 10 سال هم تو اون کشور زندگی کنید، زندگی کرده باشید، اخراجتون میکنن. اینجوری هست. نکته بعد، راز و رمز گرفتن نمره آیلتس، نمره 6.5 آیلتس چیه مثلا؟ یا جاده مخفیش چیه؟ دور برگردونش چیه؟ این جاده هایی که اینجوری میانبرش چیه؟ جاده میانبر آیلتس چیه؟ نداره. خود اگزامینر هم اگر که 9، اگزامینر 9 میگیره دیگه، خود اگزامینر هم اگه 3 ماه نخونه بره امتحان بده میشه 7. بعد شما دنبال جاده مخفی میگردی، باید درس بخونی، هیچ راهی نداره، بشین درس رو بخون، جاده میانبرم نداره. سوال بعدی، آیا انگلستانی ها و آمریکایی ها و استرالیایی ها و دیگر انگلیسی زبان های دنیا میتونن هر نمره دلشون میخواد تو آیلتس بگیرن؟ خیر. اگه همین الان از شما امتحان فارسی بگیرن چند میشی؟ بلدی فعل و فاعل رو تشخیص بدی تو فارسی؟ بلدی نهاد و گزاره رو تشخیص بدی؟ اونا هم همینطور زبان بلدن صحبت کنن، ولی فرمت آزمون بلد نیستن، نمیدونن باید چی کار کنن، چه جوری صحبت کنن. پس اونا هم برن امتحان بدن شاید 6 بشن، شما دارید نمرتون بالاتر از اونا میشن، برید به خودتون افتخار کنید. چقدر طول میکشه که آیلتس 6.5 بگیرن؟ هیچ کس نمیدونه. این سوالی که همه دنبال جوابشن، ولی هیچ کس تا حالا به جوابش نرسیده. یعنی خیلی رسیدن ولی جواب مشخص نداره. این که من بگم 6 ماه، 1 سال، 2 ساله میتونی برسی به 6.5 آیلتس، نمیتونم همچین حرفی بزنم. بستگی داره چه تایمی میذاری درس بخونی، بستگی داره چقدر لغت بلدی، چقدر لغت از بچگی تا الان یاد گرفتی، چه گرامری بلدی، چی کار کردی، واسه هر کسی متفاوته. بنابراین وقاتون دروغگویانند، کسی نمیتونه وقت تعیین کنه. داره. و در آخر، حرف آخر، چی کار کنیم نمره‌ای که می‌خوایم رو تو آیلتس بگیریم؟ A clear goal. باید یه هدف مشخص واسه خودت تعیین کنیم. و در آخر چی کار کنیم که نمره خوبی تو آیلتس بگیریم؟ A clear goal. یک هدف مشخص باید بذاری واسه خودت. هدفم نمره 6.5 آیلتس آکادمیک هست مثلا. خب، باید بدونی آیلتس آکادمیک می‌خوای، آیلتس جنرال می‌خوای، چی می‌خوای، اون دانشگاهی که می‌خوای بری چی رو قبول داره، اون کشوری که می‌خوای شهروندیشو بگیری چی می‌خواد. باید هدفت مشخص باشه. Right sources، منابع درست انتخاب کنی. بهترین منابع، منابعیه که کمبریج به ما داره میگه، کتاب‌های کمبریج، مایندست واسه کمبریج ان کامپلیت، آیلتس واسه کمبریج ان، یه چیزی که درست باشه، اصولی. Get feedback. ببین، باید فیدبک بگیری، بخونی فیدبک بگیری، بخونی بری پیش معلم، معلم میگه آقا اینجا رو داری خطا میری، اینجا رو اشتباه کردی، و باید فیدبک بگیری. راستش ریویو میستیکس، باید اشتباهاتت رو مرور کنی و در برای حل کردن آنها اهتمام ببرزی. همین. باید اشتباهات رو بگیری و درس بگیری ازشون. شما بفرمایید سوالتون رو. کتاب آیلتس
این آیلسی که من دارم آیلس برونزه، این یکی از کمپانی هایی که حالا رو آیلس کار میکنه. من کتابش رو دوست نداشتم راستیتش، کتاب های مایندست رو من بیشتر دوست دارم برای آیلس، کتاب هایی که نیا کن. مثلا این کتابه، وایسه نشون بدم یه دونه، مثلا این کتاب، این کتاب نمونه سوالای کتاب نمونه سوالای آیلتس، مثلا آیلتس 9 ربطی به چیز نداره، مثلا 9مین کتابه که منتشر کردن ربطی نداره. مثلا 4 تا آزمون آیلتس تو این هست، هیچی، همین، فقط با جواب، هیچ درسنامه‌ای هم نداره. ولی خب کمبریج یونیورسیتی پرس، خود کمبریج اینو زده، این منابع اصلیه که خود آزمون آیلتس میگه آقا اینا رو بخونید واسه امتحان ما، اینا بهترین منابع هستن. سوال دیگه سوال ندارن. هر سوالی داشتید کامنت ها از من بپرس. و اینکه ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودی، و حتما این ویدیو رو لایک کن که من انرژی بگیرم، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش رو بزن. و اینکه خیلی مخلصیم.